علی مصلح روزنامه نگار و منتقد سینما همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای مصلح. همونطور که اشاره کردن، نظارت بر این شبکه سالهاست محل دعوای نهادهای حکومتیه. فضایی که این امکان رو برای فیلمسازان ایجاد کرده تا با ممیزی کمتر بتونن آثارشون رو ارائه بدن. اولا چرا سیاست گذاری اون رو به شورای عالی انقلاب فرهنگ سپردن و در نهایت فکر میکنین از جهات مختلف چه وضعیتی رو ایجاد بکنه؟ ببینید، اول من توضیح بدم. در تابستان اعلام شده بود که شورای انقلاب فرهنگی این تصمیم رو گرفته که نظارت بر شبکه نمایشخانگی رو به عنوان بخشی از صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار کنه و اتفاقا همین بخشش مورد، همونطور که گفتید، مورد جدال بود، برای اینکه سینماگران تا قبل از این با معیارهای ممیزی یا سانسور وزارت ارشاد طرف بودند، ولی بعد این واگذار شد از حدود 2-3 سال پیش بر اساس یک بندی در قانون بودجه به صدا و سیما و سختگیری ها زیاد شد. استدلال سینماگران این بود که تلویزیون رقیب مستقیم شبکه نمایشخانگیه و شما نمیتونید نظارت بر همچین نهادی رو به رقیبش واگذار بکنید. این دولت، یعنی دولت ابراهیم رئیسی، هم وقتی روی کار اومد یکی از اهدافش در به خصوص مسئولان وزارت ارشاد این بود که ما این کار رو در واقع برمیگردونیم به وزارت ارشاد، ولی دیدیم که شورای انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی این تصمیم رو گرفت و حالا دیگه به شکل رسمی سازوکارش هم ابلاغ شده و من فکر میکنم در واقع این شکلیه که این از حساسیت‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میاد که در سال 95 گفته بود صوت و تصویر فراگیر فقط در محدوده اختیارات صدا و سیماست و شبکه نمایشخانگی به خصوص بعد از شیوع کرونا در واقع با این پلتفرم‌های آنلاین خیلی مخاطب گرفت و همزمان با اینکه سینما مخاطبش رو از دست داد، یک نگرانی به وجود اومد که خب حالا تبدیل شده به یک جور رسانه‌ای که دیده میشه از طرف مردم. به همین دلیله که من فکر می‌کنم با خودشون به این نتیجه رسیدن خب این آخرین سنگر رو هم که باقی مونده فتح بکنیم و در واقع صدا و سیما که علنی مسئولانش علیه شبکه نمایشخانگی در این سال‌ها اظهار نظر می‌کردن، حالا اختیارش رو در دست گرفتن از طریق یک سازمانی، نهادی به اسم ساترا، و در این چند ماه اخیر هم می‌بینیم که در واقع سختگیری‌ها زیاد شده و در نهایت من فکر می‌کنم شبکه نمایشخانگی با مجموعه این تحولات به همون سمت و سوی میره که سینمای ایران رفته، یعنی تشدید سانسور به جایی میرسه که مخاطب پس میزنه و در واقع همه چی یک دست میشه. اون یک دستسازی که در همه عرصه‌ها وجود داره به حوزه فرهنگ و رسانه و نمایشخانگی هم میاد و کار یکسره میشه. ممنون از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.